در بیت دهم توضیح میده بیت نهم رو، میگه آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. میگه اگه نی یه صدای پرسوز و گداز و یک تنین پرسوز و گداز و آتشین اینجوری تولید میکنه، به خاطر این دم آتشناک و سوزناکی است که از در حقیقت سینه بیرون میاد و این نوا رو انقدر آتشین و سوزناک میکنه. و اتفاقا اگر شراب هم در این کوزه تن من شروع به جوشش میکنه، به خاطر همون عشقه. شراب منظورش می الهی است، ابیات عارفانه هستن و این در حقیقت می، این کوزه می تن رو داره میگه. داره میگه اگر این نه اینقدر پرسوز و گداز صدا میده، از عشق الهی است که من رو آتش زده و این دم من رو آتشناک کرده. و اگر این در تن من همین می و شراب محبت الهی جوشش میکنه و من انقدر مست و سرخوشم، هم از همین عشقه. یعنی سراسر زندگی رو عشق به معبود میبینه و دلیل وجودی همه چیز رو در رو جستجو میکنه. جای دیگه میگه، میگه گر نبودی عشق بفرستی جهان، گردش افلاک هم از عشق دان. یعنی اگر عشق نبود جهان فسرده و یخ زده میشد، یخ میزد. گردش افلاک و آسمان ها رو هم باید دلیلش رو عشق بدونی. بیت 11 هم میگه نی حریف هر که از یاری برید، پرده های ما درید. حریف به معنی همکیش و همفکر هست و در مصرع دوم دو تا پرده با هم فرق میکنن. پرده اول به معنی این پرده هایی که نمیدونم سازهای مدرن هم اگر الان میزنید در جریان هستید، مثلا گیتار اگر میزنید یه سری خطوط فلزی در اونش هست که بهش میگن پرده، این نوت ها رو از هم جدا میکنه. و خب توی نی همین سوراخ ها هر کدوم پرده ها رو جدا میکنه، نوت ها رو با هم جدا میکنه دیگه. و پرده دوم به معنی پوشش و حجاب هست که الان عرض میکنه. میگه نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. میگه این نی که ازش صدا و نوای الهی در میاد، یار و مصاحب و هم فکر و هم کیش کسیه که از یاری دنیا، یعنی این آویزش ها و این تعلق های دنیوی و این مادیات بریده باشه و رها شده باشه. نی حریف هر که از یاری برید، یاری با دنیا، یعنی هر کسی میشه هم فکر و همراه هر کسی میشه این نی که از تعلقات دنیاوی در حقیقت خودش رو رها میکنه. و سپس بعد از اون که این اتفاق میفته، پرده هایش پرده های ما درید. یا اون زمان اگر کسی اینجوری باشه، این نوای نی و این نوت های مختلف و فواصل و پرده های مختلفش، هر کدوم از این پرده ها و هر کدوم از این نوت ها رازی از رازهای هستی و سری از اسرار هستی رو برامون پردهشو میزنه کنار و باز میکنه و پرده های بین ما و معشوق رو میزنه کنار و باعث میشه روح رو عروج بدیم به سمت بالا. و اینکه ما جای دیگه میگه جلوتر میرسیم که ما اصلا برای رسیدن ما به حضرت حق یک پرده بیشتر وجود نداره، یعنی یک مانع بیشتر وجود نداره و اون مایی. حالا عرض میکنم چی؟ در بیت 12 هم میگه همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. زهر به معنای سم هست و خب تریاق به معنای پادزهر سم هست. داره میگه اگر تالا کسی رو همچون نی، چیزی رو همچون نی دیدید که زهر و پادزهر رو همزمان ارائه بکنه، کسی رو همدمتر و مشتاقتر از نی دیدید، که خب مسلما در جواب اینجا منظورش وقتی این سوال رو این شکلی میپرسه اینه که ندیگه نیست. و مفهوم چیه؟ خب این نی دوباره داره از همون نی تو خالی صحبت، از خودش داره صحبت میکنه، از اینکه تا حالا دید این نوای الهی رو داره میگه. وقتی از این صدا و مفهومی که از طریق نی منتقل میشه صحبت میکنه، همون نفس حضرت حق هست که در نی تو خالی وجود مولانا شروع میکنه به تردد و این ارتعاشات صدایی رو تولید میکنه که الان تبدیل به این شعر میشه و به دست ما میرسه. داره میگه این صدا و مفهومی که از طریق نی منتقل میشه، مفاهیم روحانی رو میگه، مفاهیم عالم بالا رو میگه، برای کسی که درگیر مادیات و تعلقات دنیوی هست کاملا بیمفهومه، یعنی مثل سم میمونه براش، اصلا نمیتونه تعملش بکنه. یعنی بغل کسی بشینی که پر از تمایلات دنیویه، بشینی راجع به این مسائل صحبت بکنه، مسئله سر میره، مثل زهر مار میمونه براش، اصلا نمیتونه تحمل کنه صحبتهای شما رو.
میگه اذیت میشه، حوصله سر میشه، یعنی همزمان برای او مثل زهر میمونه. و این صدا برای کسی که وجودش از منیت و نفسانیت تهی شده مثل مولانا و امثال او مثل پادزهر عمل میکنه. برای همین میگه مثل نی زهری و تریاقی که دید. یعنی چجوری مثل نی تا حالا دیدین؟ شما یک نوار تولید بکنی این مدل یکی متنفر باشه ازش و براش مثل سم باشه و برای یکی مثل پادزهر عمل بکنه، آرومش بکنه. همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. کی مثل نی دم رو به صدا در میاره و اگر اشتیاق وصل داشته باشی همراهته؟ هیچ. و در بیت بعدی میگه نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. حدیث به معنای سخن هست و پرخون کنایه از مسیر مشکل و دشوار هست. توی بیت قبلی داشت میگفت زهر و تریاق با همه و دمساز و مشتاقه. برای کی؟ برای کسی که این نوا به جانش میشینه، یعنی اهل تعلقات مادی و دنیوی نیست. اگر اینطور باشه، یعنی اگر جز اون دسته ای باشه که این براش مثل تریاق میمونه و مثل پادزر عمل میکنه، آنگاه نی حدیث راه پرخون میکند. یعنی نوای نی که از دم معشوق داره برمیاد، سخن از یک مسیر بسیار دشوار و پرخون مطرح میکنه، مشکله. قصه های عشق مجنون میکنه، سخن از یک عشق جنونوار و دیوانوار به میان میاره که درکش برای هر کسی مقدور نیست، هر کسی نمیتونه این مسئله رو درک بکنه. برای همین مسیر بسیار مشکل و دشوار. در بیت بعدی میگه محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. هوش اول به معنای فهم راز و سر هست و بیهوش در بخش دوم به معنای بیعقل هست، ولی نه اون عقلی که هم اومد نظرمون هست. بیعقل یعنی عقل عافیت طلب و حسابگر، نه عقل جستجوگر. جای دیگه میگفت، یه غزلی از مولانا خوندم براتون که میگفت این بار من عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم. اون عقل اصلا نمیخواست، میگفت من این عقلی که عافیت اندیشه، وقتی میدونه مسیر عشق یک مسیر دشوار هست و قرار من یک راه پرخون رو تجربه بکنم، خب مسلمه کدوم عقل سالمی؟ شما عقل تو کلت باشه، خب مسلمه نمیذاره که شما برید تو یک مسیر پرخطر. این غریزی است. یعنی شما وقتی با علم ببینید یه آب رو باز میکنید، اگه اون آب جوش باشه دستتون رو بگیرید زیرش که بلافاصله میکشید دستتون رو ناخودآگاه کنار. اما یک موضوعی، اگر شما بدونید خودتون خودخواسته یا با علم یک نفر بیاد آب داغ رو باز بکنه، یا خود شما این رو باز بکنه، بدونید اون آب داغه، یعنی با علم و با عقل و با تدبیر برید سمتش، بدونید اون آب داغه، اصلا دستتون رو نمی کنید زیرش که بکشید بیرون، چون عقل شما جلوی شما رو میگیره. عقلتون عافیت طلبه، عقلتون منفعت طلبه، عقلتون حسابگره. میگه اگه قراره بری اونجا آسیب ببینی، خب دیوانه ای مگه؟ نمیذاره، جلوتون رو میگیره، قانعتون میکنه، درسته؟ برای همین مولانا میگفت عقل و دل و اندیشه رو برای رفتن تو این مسیر از بیخ و بن سوزیدم. جای دیگه براتون غزلی خوندم ازش، فکر کنم از دیوان شمس بود. اینجا هم داره میگه محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. داره میگه محرم این اسرار حق کسانی هم که عقل عافیت طلب و محاسبه گر رو کنار گذاشته باشن و از هر چیزی غیر از حق بیزار و بیهوش باشن. چون اگر عقل عافیت طلب رو کنار نذاشته باشن، یعنی با عقل بخوان برن به سمتش، با عقل حسابگر، نه عقل جستجوگر، عرض کردم با اون مشکلی نداره، میگه محرم نیستن به این اسرار. این اسرار نمیشه براشون گفت اصلا، چون متوجهش نمیشن. این رو باید به یک آدمی بگید که از عقل حسابگر توهیه، محرم این هوش، محرم فهم این راز جز بیهوش نیست، جز یک آدمی که عقل حسابگر رو ریخته دور نیست. یه همچین آدمی گوش شنوا داره و مر زبان را مشتری جز گوش نیست. خب من اگه دارم حرف میزنم، این زبان من، کلام من مشتریش کیه؟ گوش دیگه، ولی نه هر گوشی، که گوش شنوا. کی گوشش رو نوارو داره؟ کسی که عقل و عافیت طلب نداره و ریختش دور.